خیلی خوردم، دیگه دارم این ترکم. به نظر من باید مواظب باشی که چی میخوری. به نظرم اندامت خیلی قشنگه، حیف خرابش کنی. راستش الان به اندامم فکر نمی کنم. یعنی همینی که هست، درسته؟ کسی رو تو ذهنت داری؟ نفهمیدم. میگم دوست پسر نداری؟ نه. یعنی عاشق کسی نیستی؟ نه. بگو بگو، از من پنهون نکن، زود باش دیگه. نترس، به کسی نمیگم. واقعا کسی رو ندارم. خب نظرت درباره مهند چیه؟ جوون خوشگلیه، درسته؟ از مهند خوشت میاد؟ نمیدونم چیو میخواین از زیر زبونم بکشین. مهند مثل برادرم میمونه، اینطور که فکر میکنید نیست. اون که برادر واقعی تو نیست، اون پسرموی عموی باباته، یعنی خیلی دوری. شما پسرمو و دخترمو نیستین. ولی ما واقعا مثل دوتا خواهر برادر میمونیم، پس یعنی چیزی که شما میگید غیر ممکنه. خب مگه چه اشکالی داره؟ به نظرم خیلی به هم میان. معلومه چی میگی؟ فکر کنم اونم از تو خوشش میاد. غیر ممکنه، شما اشتباه میکنی. شاید تو متوجه نیستی، ولی من حواسم خوب جمعه. طرز نگاهش به تو اونو لو میده. خب مهند اصلا دوست نداره که تو رو ناراحت کنه. اون این کارو میکنه تا معلوم نشه که عاشقت شده. من فهمیدم که اون دوست داره دستش رو دستت بذاره و موهاتو اینجوری کنه، ولی تو مثل بچه ها عکس العمل نشون میدی. آخه من هول میشم. اصلا اشکالی نداره، همه یه دخترها همینطوری هن. حالا تو خوشحال نیستی که اون عاشقته؟ استغفر الله، من از یه همچین آدمی خوشم نمیاد، دوستش ندارم، همش با دختراست. من از این تیپ پسرها خوشم نمیاد. من اینجور جوونا رو میشناسم، میگردن و میگردن و میگردن، آخرش هم آروم میگیرن و زیباترین دختر رو انتخاب میکنن. مهندم اینطوریه، نمیتونه چشاشو رو زیبایی ببنده، ولی یه روز میاد که زیبایی تو رو کشف میکنه. الان حواسش نیست که تو نزدیکشی. یه روزی میاد که اون از این رابطه ها خسته میشه و با تو سعادت و عشق واقعی رو تجربه میکنه، اونم فقط کنار تو. بهتر حرفامو گوش کنی. فردا به حرفم میرسی. خیلی طول نمیکشه عزیزم. غیر ممکنه. حالا میبینی. ولی این کار عملی نیست فیروزه خانم. خب دیگه با اجازتون من دیگه باید برم.